بحثمون در باره آثار سختی ها و مصائب و بلایا بود. به این نکته رسیدیم که انسان چون در طبیعت قرار میگیره اون حقیقت الهیش، یعنی یک نفخه و فطرت الهی داره که او قوس نزول رو طی میکنه، قوس نزول مراتب هستی رو طی میکنه، از عالم خودش باید به عالم جبروت بیاد و به عالم ملکوت بیاد و وارد دنیا بشه. یعنی هرچی که میاد پایین حجاب دارتر میشه. در خاک طبیعت بیشتر دفن میشه. حجاب‌های ظلمانی بیشتری رو به خود میگیره. غایت خلقت رو اگر در نظر بگیریم، که غایت خلقت این هستش که این موجود هر روز لطیفتر بشه، قوی تر بشه، اسما و صفات بیشتری از خدا رو جذب کنه و نشون بده. غایت انسان این هستش که وقتی که از دنیا رفت، بیشترین شباهت رو به خداوند تبارک و تعالی داشته باشه، بیشترین اسما رو تونسته باشه در خودش ایجاد بکنه و تجلی بده، میزان قرب به خداوند تبارک و تعالی، چون رو که قبلا گفتیم قرب، تقربی که میگیم یا قربی که میگیم، امری مادی نیست، مکانی نیست که ما بگیم که خب حالا مثلا نزدیک شده به خدا. تقرب در انسان به معنای چی است؟ سنخیت و شباهت هست. بنابراین غایت انسان که این تقرب و شباهت هست، اگر این هدف رو در نظر بگیریم، باید انسان طوری رفتار بکنه در دنیا که بتونه حجاب بیشتری رو پاره بکنه، یعنی از حدود طبیعی و حیوانی نجات پیدا بکنه، خودش رو به حدود الهی و انسانی برسونه. هر چقدر این پاره کردن حجاب ها، تعداد حجاب هایی که انسان پاره میکنه بیشتر باشه، انسان در تقرب به خداوند تبارک و تعالی موفق تر هست، شبیه تر به خداوند تبارک و تعالی میشه. و هر چه بیشتر در بین این حجاب ها باشه، از خداوند دورتر هست. بنابراین وقتی متولدم میشه، دور متولد میشه، گرفتار متولد میشه. خب حالا ما چجوری میتونیم از این حجاب ها نجات پیدا بکنیم؟ این قاعدش چیه که من بتونم از حجاب نجات پیدا بکنم؟ قاعدش این هستش که من به کانون و معدن نور نزدیکتر بشم و خودم رو بسپارم به دست نور مطلق، یعنی خداوند تبارک و تعالی، تا او منو راهنمایی بکنه و با راهنمایی و هدایت او من از حجابها خارج بشم، حجابهای مختلفی رو پاره بکنم و روز به روز به معدن نور و عظمت چی بشم؟ نزدیک بشم. در ماه شعبان ما همینو میخوایم دیگه.
انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. چشمان قلبهای ما رو به نور خودت نورانی کن، به ضیاء نظرها الیک، به نور نگاهت به قلب ما این چشمهای قلب ما رو نورانی کن. حتی تخرق قلوب، تا اینکه پاره بکنه این قلبها حجابهای نور رو. فتصل الی معدن العظمه، تا به معدن عظمت وصل بشه. وقتی میگه حجب النور، یعنی ما قبل از حجب النور حجب چی داریم؟ حجب ظلمانی داریم. حتی اگر انسان حجب ظلمانی رو هم پاره بکنه، میرسه به حجب نورانی. که این بحث مفصلی داره. حرکت ما مثل حرکت یک دانه هست در خاک، که اونجا زور میزنه از دل یک دانه. شما میبینید یه ساقه بسیار بسیار نازکی از تو دل خاک، اگه این سطح خاک رو در نظر بگیرید، دانه که اینجا باشه این میاد بالا یه ارتفاعی، بعد وقتی میخواد بیرون بیاد به این شکل نمیزنه بیرون بیاد، یعنی به این شکل پاره نمیکنه بیرون بیاد، تیز بیرون نمیاد. انقدر بهش فشار میاد این زیر، وقتی میخواد بیاد بالا این گردنش خم میشه به این شکل دم، یعنی زیر فشار حجاب، زیر فشار خاک گردنش خمیده میشه، و بعد با این گردن خمیده و فشار یواش یواش چیکار میکنه؟ دیدید که گل چجوری میاد بیرون؟ اینجوری میاد بیرون، میاد بیرون. وقتی اومد بیرون، بعد یواش یواش سرش رو چیکار میکنه؟ رو به نور میگیره، ولی خیلی ضعیفه. رو به نور هست، به نور هم رسیده، ضعیفه. دیگه سر رو گرفت به سمت نور، یواش یواش چیکار میکنه؟ میاد بالا و هی نور بیشتری جذب میکنه و قدرتمندتر میشه تا میوه بده. انسان همینطوری هست، یعنی باید زیر حجاب های ظلمانی گردن خم بکنه و فشار زیادی رو تحمل بکنه تا بیاد بالا، تا برسه به این که به نور برسه، به حجاب های نورانی برسه، در قلبش بهجت و سرور و نورانیت و شادی حس بکنه از فطرت گرایی خودش. بعد تو این مسیر شروع کنه روش کرده. کسانی که میخوان شروع کنن اول، یعنی آغاز حرکتشون هست به این شکله که برابر وظیفه یه کارهایی رو انجام میدن، یه تلاشهایی رو میکنن. اعمال هم خب سخته براشون، روزه سخته، نماز سخته، حجاب سخته، خم سخته، جبهه سخته، زکات سخته، عمل معروف نهی از منکر و خیلی چیزهای دیگه، اما تحمل میکنن تا به کجا میرسن؟ انقدر تحمل میکنن تا دیگه نیازی به تحمل کردن در انجام دستورات دینی و انجام واجبات و پرهیز از محرمات ندارن. به بهجت دینی، به شادی فطری میرسن. یعنی یه طوری هست که از حرم لذت میبره، از نماز لذت میبره، از روزه لذت میبره، از قرآن خوندن لذت میبره، از فعالیت برای امام زمان لذت میبره، از امر معروف و نهی از منکر لذت میبره، از بحث کردن لذت میبره به خاطر خدا. یعنی دیگه اون حالتی که قبلا داشت تحمل میکرد نیست، چون از دل خاک اومده بیرون، یعنی به نور رسیده، یواش 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 دیگه به لذت میفته، یعنی همه کاراش لذت بخشه. یعنی اگه نکنه لذت نمیبره، شادی و لذتش در عبودیت بیشتر میشه، چون داره حجاب ها رو پاره میکنه دیگه. اون موقع که این حجاب ها ظلمانی بود و تاریک بود، انسان وقتی که میخواست وظایف دینی رو انجام بده احساس چی میکرد؟
تکلیف میکرد، تکلیف یعنی کلفت داشت، سختی داشت، ولی از یه مرحله به بعد دیگه اصلا تکلیفی وجود نداره، تشرفه. میگه من چقدر خوشحالم، چقدر سعادتمند هستم که نماز میخونم، چقدر خوشبخت هستم که خدا اجازه میده من با شب خلوت کنم خصوصی، چقدر عزت دارم، چقدر شادم، چقدر خوبه که خدا منو برای روزه اجازه میده من روزه بگیرم، سحری باشم روزه بگیرم، قرآن بخونم، ذکر بگم، حرم برم، یادشو به دلم میاندازه. یا من ذکره شرف للذاکرین. اساسا احساس شرافت زیادی میکنه از اینکه میتونه ذکر خدا رو بگه، از اینکه این اجازه بهش داده میشه که ذکر بگه، احساس شادی و شرافت میکنه. به قدری هم این احساس شادی و شرافت زیاده، مست کننده است که انسان دیگه با نداشتن هیچ کدوم از جنبه های دنیایی با این شادی احساس غمی نداره، چون شادیش خیلی زیاده. عزت و شادی و افتخاری که از این انتساب، از این ارتباط به دست میاره، به قدری برای این مست کننده است، شاد کننده است، بهجت و نورانیت داره که اگر همه دنیا هم علیهش بسیج بشن شاده، احساس ترس و ناراحتی نمی کنه. الذين اذا، خیلی جالب این قرآن آیه رو چجوری بفهمد، مردم به اونا میگه چی؟ قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادوهم ایمانا. مردم بهشون میگن آقا همه دنیا علیه شما بسیج شدن، میخوان شما رو نابود بکنن، بترسید، یه فکری بکنید. میگه به جایی که بترسن چی میشن؟ شادی بیشتری میکنن، نشاط بیشتری دارن، ایمانشون بیشتر میشه، از کسی نمیترسه اصلا. تو اصحاب عاشورا نگاه بکنید، تو اصحاب عاشورا همه شاد بودن، میدونستن فردا در مقابل این جمعیت کثیر کاری نمیتونن بکنن، تکه تکه میشن، ولی همه شاد بودن. تو جبهه ما به کرات این صحنه رو دیدیم که تعداد ما کم بود، دشمن زیاد بود، میدونستن بچه ها که مثلا تا 10 دقیقه، 2 دقیقه، 5 دقیقه، 1 ساعت، 2 ساعت دیگه نوبت اینا هم میشه، ولی به هیچ وجه ما آرامش و شادی و نشاط رو از چهره اینها دور ندیدیم. میدونستن، ولی خب خیلی راحت بودن. خب با توجه به اینکه این مسئله هست که ما هر چقدر حجاب هامون کمتر باشه، به غایت، به هدف خلقت، به کمال غایی خودمون نزدیکتر هستیم و شرافتمون، عزتمون، مقاممون، شادیمون و نشاطمون بیشتر میشه، میایم چیکار میکنیم؟ خودمونو به خدا میسپاریم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم از کجا؟ من از ظلمات الی النور. خدا ولایت و سرپرستی مؤمنی رو قبول میکنه، اونها رو از تاریکی به سمت نور خارجشون میکنه. درسته؟ پس ما میایم به خدا میگیم خدایا ما که نمیدونیم باید چجوری بیایم به سمت تو، ما خودمون رو به تو میسپاریم، تو ما رو از ظلمت خارج کن، به نور ببر، اهل نور کن ما رو. این خواستن به این که اهل نور بشیم فوق‌العاده مهمه ها، فوق‌العاده مهم است که انسان بخواد یک تکه نور بشه، یک پارچه چی بشه؟ نور بشه، یعنی شبیه خدا بشه. حالا یه مفاتیح اگر به من بدید من براتون یه چند تا چیز بخونم. خب این خواسته یک انسان حقیقی است، دغدغه یک انسان حقیقی است که میخواد به نور مطلق برسه، یعنی درخواستش این استش که به نور مطلق برسه.
و چون میخواد به نور مطلق برسه میگه خدایا من خودم رو به تو میسپارم که نور مطلق هستی، تو خودت منو بیار به سمت خود. دعا رو نگاه کنید، دعایی هستش که فوق العاده مهمه. من توصیه کردم به همه عزیزان اینو بخونن، زیارت آل یاسین که توصیه کردیم تو برنامه هاتون. بعد از زیارت آل یاسین دعای بعد از زیارت آل یاسین هم خیلی مهمه. اللهم انی اسالک ان تصلی علی محمد نبی رحمتک. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا دقت کنید، و کلمت نورک، پیامبر کیه؟ کلمه نور توست. کلمه نور توست یعنی مظهر نور توست. که چی؟ خواستم که درود بفرستی بر پیامبر که نبی رحمتت هست و کلمه نورت هست و ان تمل قلبی، و این که پر بکنی دل منو چی؟ نور علی یقین، با نور یقین. پس یه نور داریم، نور یقین، و سینه ام را با نور ایمان و صدری نور الایمان. خیلی زیباست. و فکری نور النیات، فکرم نور نیات داشته باشه، یعنی نیت های پاک، نیت های نورانی داشته باشم در فکرم، در قلبم، در سینه ام، در فکرم نور باشه، هر کدام نور خواست. عزم من چی؟ اراده من چجوری باشه؟ میگه و اراده منم نورانی باشه. و عزمی نور العلم، یعنی اگر کسی میخواد تصمیمای درستی بگیره، مسیرهای درستی رو طی کنه، باید چی کسب کنه؟ نور علم کسب کنه. و قوتی نور العمل، توان و قوه من نور عمل داشته باشه، عملم هم نورانی باشه، کارم نورانی باشه. و لسانی نور الصدق، زبان من نور راستی داشته باشه، نور صداقت داشته باشه. و دینی نور البصائر من عندك، فرصت نیست اینا رو دونه دونه ما شرح بدیم. و به دین من چی بده؟ پر کن دینم را از نور بصیرت هایی که از جانب تو به من میرسه، یعنی بینش ها و بصیرت هایی که از طرف تو میرسه و دل منو هدایت میکنه برای تصمیم گیری های مهم زندگیم، نورانی است، نور هست و من روشن میشم با اون. و بصری نور الضیا، و سمعی نور الحکمه، و مودتی نور الموالات لمحمد و آله علیه السلام. اللهم صل على محمد و آله محمد. یعنی عشق و دلدادگی و محبت یه موقع از تاریک میکنه آدم. آدم یه موقع عاشق یه نفر میشه، یه نفر خوشش میاد، به یه نفر دلداده میشه، به یه چیزی علاقه پیدا میکنه، به یه شیعی، به یه امری، به یه مقامی، به یه جایگاهی، به یه کسی. این ممکنه همین علاقه او رو تاریکش بکنه، نورانیش بکنه، آثار فطری برش نداشته باشه. ولی میگه من دلم و عشقم رو نورانی کن که اگه من دلدادگی دارم به هر چیز، این نور بیاره برای من. چیزی رو که تاریکم میکنه دوست نداشته باشم، به چیزی که منو تاریک میکنه علاقه مند نباشم. دلم رو مودت من نورانی باشه. مودت کی؟ میگه دلی که مودت پیامبر و آلش رو داره نورانی است، چون عشقش درست هستش. کسی که معشوق نهاییش پیامبر خداست و امیرالمومنین و خاندانش هستن، این نورانی شده عشقش. تو زیارت حضرت هم میخونیم لا حبیب الا هو و اهل تو آل یاسین میخوییم یه دعای قبلش. به امام زمان میگیم امام زمان من شهادت میدم هیچ محبوبی جز پیغمبر و اهلش نیستن. این دلدادگی، دلدادگی نورانی هست. یعنی انسان معشوقاش نورانی هست، معشوقاش مظهر نور خدا هستن. برای انسان در نظام دلدادگیش هم باید دقت بکنه که به کسی که نور نداره یا دورش میکنه از خدا دل نده. اگر میخواد کسی رو دوست داشته باشه، چیزی رو دوست داشته باشه، به کسی یا چیزی دل بده که این دلدادگی و دوست داشتن او رو تاریک نکنه، محبوب نورانی، معشوق نورانی رو
دوست داشته باشه. برای همین هم مؤمنین به همدیگه علاقه دارن. چرا؟ چون در کنار هم نورانی میشن، به همدیگه نور میدن. خب این مستا، حالا ما میخوایم خودمون رو بسپاریم به حق تعالی که حق تعالی ما رو نجات بده بیاره بالا. روند این ربوبیت یعنی خارج کردن ما از تاریکی به سمت نور فشار میاره دیگه، یعنی شما دست رو بگیره بکشدت از توی تاریکی بیاد به سمت نور. خب وقتی میخواد بکشدت بیاد به سمت نور، باید از چی جدات بکنه؟ از ظلمت باید جدات کنه دیگه، از تاریکی. تاریکی چیه؟ تاریکی دلبستگی ها و وابستگی ها و تعین ها و تشخص های طبیعی و حیوانی و گیاهی است. معشوق های حسی و خیالی و وهمی است که حقیقت نداره، چون معشوق اصلی محسوب نمیشن، معشوق بخش حیوانیه. لذا اگه خدا بخواد تو رو واقعا رشدت بده، باید دستتو بدی بهش، از دلدادگی های حسی و خیالی و وهمی، گاهی وقتا هم حتی از معشوق های عقلی، حتی که معشوق های نورانی هستن، معشوق های عقلی مثل علم، شهوت علم، حتی از اونا دست بردار، از تو این بیای بیرون. خب یک کسی بخواد از شهوت‌های جمادی و نباتی و گیاهی دست برداره و از شهوت‌های حیوانی دست برداره بیاد بیرون، یا از تعلقات حسی و خیالی و وهمی و عقلی بیاد بیرون، کار میبره، سخت دیگه، کار سختی هستش. خب حالا بالاخره ما چی رو می‌خوایم؟ با تکلیفمون روشن کنیم، از الان تصمیممون رو بگیریم. بالاخره ما میخوایم نورانی شیم یا نمیخوایم بشیم؟ اما فکرامونو بکنیم. این که در صراط خدا گفتن شما اول باید طلب داشته باشی، طلب قدمای اوله دیگه، طالب شدن ها، اما باید طالب بشی، یعنی واقعا و صادقانه به خدا بگی خدای من دوست دارم بیام پیش تو، دوست دارم دوست تو باشم. اللهم اجعلنی من جندک، اللهم اجعلنی من حزبک، اللهم اجعلنی من اولیائک. از فردا شب سحرها میخونیم دیگه، اللهم اجعلنی من من تنتصر به هیل دینک و را تستبدل بغیری. خدای من از کسایی قرار بده که دین تو به وسیله من یاری میکنی، کسی هم جای من نگذار. وقتی میگی دین تو به وسیله من یاری میکنی، یعنی من یه قدرتی دارم، یه توانی بهم بده، یه انرژی و نیروی به من بده که من بتونم با اون قدرت و توان موانع دین تو رو چیکار کنم؟ برطرف بکنم. من باید یه نورانیتی داشته باشم، به من یه نوری بده که من هر جا میرم باطل رو چیکار کنم؟ این نورانیت من باطل رو کنار بزنه، این قدرت من بتونه باطل رو از بین ببره. یعنی من باید یه موجود نورانی بشم، یه موجود قدرتمند بشم، یه توانایی داشته باشم که بتونم دینت رو یاری بکنم. فاقدشه که معطیشه نیست. یاری کی میکنه؟ کسی که چی داره؟ قدرت داره، توان داره، در حرکت به سمت خداوند تبارک و تعالی، در حرکت به سمت کمک به امام زمان، در سربازی امام زمان علیه السلام، در سرباز خدا شدن، عضو حزب خدا شدن، دوست خدا شدن. قدرت ما نورانیت هست، معنویت هست، علم هست، حکمت هست، ما داشته باشیم اینا که بتونیم. خب حالا به خدا گفتیم آقا خدایا ما اینو میخوایم، خدا بالاخره به دل ما نگاه میکنه دیگه، به دل ما نگاه میکنه، میگه این بنده من به زبانش داره همینجوری، چون گفتن مستحب دعا بخونید دعاها رو میخونه، ولی واقعا خودش هم نمیخواد اینجوری بشه. یعنی میگه مثلا این وقت سر کلاس آیه شجاعی بهشون گفته این دعاها رو بخونیم، دارن این دعا رو میخونن، میگن مستحبه دیگه. اما وقتی دعا رو خوندیم میگفتی من خدایا میخوام اینجوری باشم، بالاخره یا راسته یا دروغه. وقتی زیارت عاشورا میگی ایجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، من میخوام با شما در دنیا و آخرت باشم، یعنی چسبیده بشم به کانون نور، درسته یا نه؟
وقتی بگیم با شما و در دنیا و آخرت باشم، ان یزعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، یعنی میخوام نورانی کامل بشم. ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور، ان یرزقنی طلب ساری مع امام هدا، یعنی من اونقدر نورانی و قوی شده باشم که بتونم انتقام امام حسین یا انتقام خودم رو از دشمنان اسلام همراه امام زمان بگیرم. یعنی من انقدر جربوزه داشته باشم، جگر داشته باشم، توان داشته باشم، قدرت داشته باشم، عرضه داشته باشم که بتونم همراه امام زمان کاری بکنم، اصلا بتونم امام زمان رو همراهی کنم، بتونم چیکارش بکنم، بهش کمک بکنم واقعا. یعنی واقعا امام زمان علیه السلام یه سلسله از کار رو به ما واگذار کنه، به دست ما، به شما انجام بده، ما عامل امام زمان باشیم. خب اینو خواستیم، درسته؟ خب لازمش من نورانی شدن نیست، هر نورانی شدن هست لازمش، یعنی باید تو دیگه دست از تعلقات جمادی و خیالی و وهمی و این چیزا برداری، یا به هیچ وجه بی‌نشاط نشی. اگه یه موقعی به اینجور مسائلت لطمه خورد، به مسائل جیاهیت، به مسائل حیوانیت، به مسائل جمادیت لطمه خورد، از نشاط نیفتی، چون از دست دادن اینا یعنی نورانیت. من چطور وقتی خدا بهم بلا میفرسته قصه بخورم، ناراحت بشم؟ میدونی حالتهای ما مثل چی میمونه؟ مثل اون کسی هست که مثنوی داره که رفته بود که روی این بازوش یه خالکوبی بکنه، یه شیر بزنه، عکس یه شیر، این سوزن اولو که زد، گو آخ ما رو شروع نکردیم، بخوام تو زبا این سوزنه، گو این کجاشو داری میزنی، گو این یالشه، گو الان یال نمیخواد، گو خیلی خوب، حالا یه جا دیگر زد، فرقی نمی کنه، بالاخره یه سوزن دیگه زد، دوباره گو آخ، گو این کجاشه، گو این شکمشه، گو حالا شیر شکم نداشته باشه نمیشه، نمیخواد شکم داشته باشه، شکمشو نزن، خیلی خوب باشه چشم. سوزن بعدی این کجاشه، گفت این دمشه، گفت حالا شیر بدونه دم که دیگه عیبی نداره که شیر بزن که دم نداشته باشه، که اونم گفت چی؟ شیر بیال و دم و اشکم که دید، من میشه شیر داشته باشه بیال نداشته باشه، شکم نداشته باشه، دم نداشته باشه، خب دیگه اسمش نمیشه شیر گذاشت. که ماها مثل کسی هستیم که میریم دو ما تو نوبت دکتر هستیم، بعدم که نوبت شد اون روز باید بریم چند ساعت وایسیم تا ببیننمون، التماس بکنیم، پول کلونی هم از زمون میگیره، بعد برامون دارو تجویز میکنه یا آمپول، بعد تازه میری میگه آمپولش هم گیر نمیاری، آمپولش هم گیر نمیاری، با چه بدبختی میری از خارجی از جایی برای آمپول پیدا بکنن، این آمپول هم بعد بری قیمت بازار آزاد بخره، چقدر فشار بیاریم باز تهیه کنیم، بعد میایی بری اینو تزریقاتچی، اونجا تزریقاتچی میگه من فعلا پانسمان دارم، کار دارم، سرم شلوغه، میشینی همونجوری خواسته با گردن کش تا نوبتت بشه این آمپولو به تزریق بکنن، پولم ازت میگیرن، بعد وقتی خواست تزریق بکنه بعد فوش بدی به تزریقاتچی چرا سوزن زدی به من، تو درد داشت، این کارو بکنی، ما اینجوری میگه، ما میایم به خدا میگیم خدایا دوستت داریم، یا رسول الله دوستت داریم، یا همه منو دوستت داریم، دوست داریم با شما در دنیا و آخرت باشیم، دوست داریم نمیدونم منتقب خون شما باشیم، دوست داریم سرباز شما باشیم، حزب شما باشیم، کاش که امام حسین من با شما بودم شهید میشدم، خدای ما رو از سربازان امام زمان قرار بده، خدای ما رو وفادار به امام زمان کن، خدای ما رو شرمنده امام زمان نکن. خب خدا میگه باش بنده من چیزای خوبی میخوای، منم دوست دارم تو اینجوری بشی، بخلی هم نداره، امام زمان کیف میکنه شما هر وقت این دعاها بکنید، خیلی امام زمان خوشحال میشه، درسته؟ خب میگه که خب حالا میخوای بیای پیش ما، میگه بره، میگه بیا، میگه که نه من که اینا رو پس چیکار کنم که دارم چجوری ولشون بکنم، نمیتونم بیام، که نمیتونم بیام، یا اگه منو میاری ما اینا بیار، ها مثل یک گیاه مثلا نخواد بیا، میگه اگه میخوای درم بیارید تو خاک با ریشه در بیارید، اما تو ریشه رو بذاری توی خاک. ما کارمون این شده،
یعنی وقتی که ادعا داریم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را میپرستیم، فنا از تو کمک میخواییم. خب بعدم میگیم که خدا میگه خب حالا چه کمکی میخوای از من؟ میگیم کمک ما این هستش که اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به راه راست هدایت کن. راه کسایی که به اونها چیه؟ نعمت دادی. کیا بودن؟ صدیقین، شهدا، انبیا و صالحین دیگه. میگه خب شما راه اینا رو نمیخواید. کم من آیه رو دقت بکنید. و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر، چه بسیار انبیایی که همراه به او افراد با خدای زیادی جنگیدند و هرگز سست نشدند و ضعیف نشدند. فمستکان ضعیف نشدن، استقامت کردن. اگه میخوای راه شهدا، راه شهید که شوخی نیستش که. شما ما دیدیم توی 8 سال دفاع مقدس یه نفر تا رفت شهید بشه بعد از چه چیزایی میگذشت، بله؟ از چه شهوتایی، از چه دلدادگیهایی میگذشت. اگه راه انبیا رو میخوای بری امتحان داره. شما انبیایی که از ابراهیم هستش که با چه علاقه به دستور خدا همسر گرفته، یه همسر دوم گرفته، تازه این همسر دوم باردار شده، بچه زاییده، به این بچه چقدر علاقه داره. میگه از فلسطین وردا بیا بذارش توی بیابونای مکه و ول کن و برو برو تو چند سال بعد، حالا شاید دیدی شاید ندیدی، زن و زن جوان با بچه که اون همه بهش علاقه داری بیار فلسطین، مرحله مرحله ورشون دار بیارشون بیابونای مکه، هیچی نیست بیابون. بعد که برمیگرم میبینه که چه پسر خوشگل و خوبی شده، میان خیلی مزه داد، برو سرش رو ببر. ما مسئلمون همینه که وقتی میخوایم راجبه میگیم راجبه بلا صحبت میکنیم، بلا که خدا داره به ما میده در واقع داره به وسیله اون بلا حیطه توان خیالی و وهمی ما رو کم میکنه، قدرت جمادی و نباتی و حیوانی رو در ما کم میکنه و چی رو زیاد میکنه در ما؟ نور و فطرت رو زیاد میکنه، داره ما رو میکشه بالا. ماه مبارک رمضان آمده، در ماه مبارک رمضان روزه میگیریم ما، مرگ سفید این بهش میگن، مرگ سفید. شما یک سر تو فشار تو ماه مبارک رمضان خیلی چیزا بهت حرام میشه که قبلا حرام نبود، یا حرام 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 حرام. اگه یک کسی واقعا صادق باشه در حرکت به سمت خدا، از روزه لذت میبره، کیف میکنه از اینکه آیا تعدادی از عزیزان هستن که خیلی جلوتر در رجب در شعبان آمدن به استقبال ماه مبارک رمضان، روزهای مستحبی گرفتن، دوست داره، لذت میبره ازش، میخواد وارد این جشن بشه، واقعا ماه مبارک رو ضیافت میدونه، جشن میدونه، قصه دار نیست، از این که میاد شاده، از این که میره قصه داره. السلام علیک یا عید اولیاء، سلام بر تو ای عید بندگان خدا، دوستان خدا، نه بندگان خدا، عید دوستان خدا. کسی که دوست خداش از رفاقت و همنشینی و همراهی با خدا، انس با خدا لذت میبره. عید یک دو نفری که همدیگر رو دوست دارن، عیدشون، جشنشون، شادیشون چیه؟ موقعی که مزاحمی نداشته باشن، خلوت داشته باشن. کسی مزاحم خلوت این محب و محبوب بله نشه. چرا ماه رمضان عید دوستان خداست؟ برای این که خداوند یه ماه قرق میکنه و خلوت میکنه. میگه دهان حیوانیت تو ببند،
ولش بکن دیگه اذیتت نمی کنه. حالا تو بیا من بشین قرآن بخون، ذکر بگو، عبادت بکن، سحر گذاشته، شب گذاشته، احیا گذاشته. خب این دیگه از جشن نیست واقعا. این اومدنش خوشحالی نداره، لذت نداره، آرامش نداره. کسی که این حس رو در ماه مبارک رمضان نداره، یعنی شعارهاش دروغه، حرفاش دروغه، یعنی در دوستی خدا صادق نیست، یعنی وارد ضیافت خلاصه نمیشه. چون ورود به ضیافت، اولین شرط ورود به ضیافت الله این است که من یقین کنم که این ضیافت، واقعا باور کنم که این ضیافته، این مهمانیه. شما توی عروسی که دوست نداری بری، میخوای بری اونجا جورت میخواد در بیاد، شادی میکنی ازش؟ اصلا عروسی میدونی اون رو؟ نه، میگی مبارک باشه. رفتی عروسی میگی چه مبارکی، من اونجا پدرم در اومد، اذیت شدم، کلی خون دل خوردم. خوشحالی نداره برای تو که. پس اولین شرط این که ما این ضیافت رو ضیافت بدونیم و ازش بهره ببریم این استش که قبولش بکنیم که این ضیافته، بپذیریم که این ضیافته، معتقد باشیم که وارد جشن داریم میشیم. نگاه ما با نگاه رسول الله، با نگاه خدا در این که وارد جشن داریم میشیم یکی باشه. اما اگه ما این حس رو نداشتیم، قصدا بودیم که ای بابا ماه رمضان آمد، دور شمارش باید بکنیم که این 30 روز کی تمام میشه، وقتی هم تموم شد دورش انگول بشیم که دیگه تموم شد. اصلا تو ورود نکردی از اول به این ضیافت، از اول به این ضیافت ورود نکردی، وارد میهمانی نشدی. به همین جهت امیرالمومنین علیه السلام میفرماد رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش، چه بسیار روزداری هستن که جز گرسنگی و تشنگی از روزه بهره ای نمیبرند، بهره نمیبرند. خورا این باشه، بحثمون هرچند در جایگاه خودش کامل هست، اما میخوام توضیحات بیشتر انشالله براتون بدم هفته بعد انشالله، جلسه آینده، که ما باید با چه نگاهی به این مسائل نگاه بکنیم و ارتباطمون رو چگونه با سختی ها برقرار کنیم و چه جوری قدرت و شادی داشته باشیم در سایه همین سختی ها. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجمعین. خب با همدیگه حمد شفا بخونیم برای شفای مریضان اهل اسلام، مریضان خودتون و خودتون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا خب پنج مرتبه آیه امیجیب رو برای رفع استرار از وجود مقدس آقا امام زمان و شیعان ایشون، مسلمون ها و مستضعفین جهان میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما این یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما این یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما این یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء.